از بین همه گونه های انسانی که تا حالا روی زمین زندگی کردن، شاید ناندرتال ها از بقیه بیشتر ما رو مجذوب خودشون کرده باشن. شباهت ها و نزدیکیشون به ما باعث شده که بهشون لقب گونه خواهر رو بدیم. و جالبه بدونید که دی ان ای شون هنوزم توی بدن خیلی از ماها وجود داره. تاریخ دقیق حضورشون روی زمین مشخص نیست، اما میگن این گروه از انسان‌های باستانی حدود 400 هزار تا 40 هزار سال پیش توی بخش‌هایی از اوراسیا زندگی می‌کردن. بیشتر این دوره مربوط به عصر چیبانی از دوره پلیستوسینه، زمانی که اوراسیا خیلی سردتر از الان بود و پر از موجودات غول‌پیکری بود که زندگی رو حسابی سخت می‌کردن. برای همین ناندرتال‌ها برای بقا توی این شرایط سخت یه سری ویژگی‌های فوق‌العاده رو توی بدنشون داشتن. اگه امروز زنده بودن، شاید توی بعضی چیزها حتی بهشون میگفتیم ابر انسان. از دور شاید خیلی فرقشون با ما معلوم نمیشد، اما چیزی که بیشتر از همه تو چشم بود، قدشون بود. بر اساس فسیل‌هایی که پیدا شده، به طور میانگین ناندرتال‌ها از انسان‌های امروزی کوتاه‌تر بودن. چیزی در حدود 14 سانتی متر کوتاه‌تر از میانگین قد انسان‌های یک قرن اخیر. بلندترین ناندرتالی که پیدا شده، آمود وان نام داره و قدش حدود 178 سانتی متر بوده. شاید اینقدر خیلی بلند به نظر نیاد، ولی اگه با جمعیت اروپایی 20 هزار سال پیش مقایسه کنیم، ناندرتال ها هم قد یا حتی یه ذره بلندتر هم بودن. خلاصه قد دقیقشون رو نمیدونیم. چیزی که جالبه اینه که با وجود این که از انسان‌های امروزی کوتاه‌تر بودن، ولی از نظر وزنی از ما سنگین‌تر بودن. مردهای ناندرتالی به طور میانگین تا 83 کیلوگرم وزن داشتند و زنها معمولاً حدود 66 کیلوگرم بودند. یعنی 20% سنگین‌تر از گونه‌های انسان امروزی، یعنی هومو ساپینس. این اختلاف وزن عجیب به خاطر اسکلت فوق‌العاده قوی و متراکم اونها بود. استخوناشون خیلی زخیم‌تر و سنگین‌تر از استخونای ما و گاهی حتی تا دو برابر هم متراکم‌تر بوده. شونه ها، ران ها، سینه، بازوها و زانوهاشون به شدت عضلانی و قوی بودن. این نشون میده که از نظر قدرت بدنی از ما خیلی قوی‌تر بودن. احتمالاً این یه جور سازگاری برای شکار کردن از فاصله نزدیک بوده که شامل استفاده از نیزه‌های غول‌پیکر برای شکار موجودات بزرگ مثل کرگدن، اسب، فیل و البته ماموت‌های پشمالو می‌شده. ماموت‌های پشمالو که تقریباً هم قد و قواره فیل‌های آفریقایی بودن، شکار کردنشون خیلی سخت بود. اینو هم توی پرانتز بگیم که فیل‌های آفریقایی هم مثل ماموت‌ها در خطر انقراضن. توی سه نسل گذشته 50% جمعیت فیل‌های آفریقایی نابود شدن. این استفاده دائمی از نیزه‌ها احتمالاً باعث بازوهای خیلی قوی و عضلانی‌شون شده بود که بعضی محقق‌ها بهشون لقب بازوهای ملوان زبل رو دادن. این بازوها بهشون اجازه میداد که با شدت و قدرت زیاد از سلاحشون استفاده کنن. این حجم عضله شاید نشونه سطح بالای هورمون‌های بدنشون هم بوده باشه. طبق یک تحقیق، محقق‌ها به این نتیجه رسیدن که ناندرتال‌ها به طور طبیعی مقدار زیادی هورمون در بدنشون داشتن که این هورمون‌ها باعث افزایش حجم عضلاتشون می‌شده و بهشون قدرت انجام کارهای دیوانه‌کننده‌ای مثل حمل کردن 27 کیلوگرم گوشت به مسافت 48 کیلومتر می‌داده. به خاطر سینه، شونه و بازوهای بزرگتری که داشتن، دانشمندا فکر میکنن اگه ناندرتال‌ها الان زنده بودن، کشتیگیرها و وزنه‌بردارای فوق‌العاده‌ای میشدن. مردها شاید بدون هیچ تمرینی میتونستن 200 کیلو وزنه بزنن و زنها هم تا 160 کیلو رو بالای سر ببرن. یه مقایسه هم بخوایم بکنیم، باید بگم که 2/3 این مقدار هم توی استانداردهای ما سطح حرفه‌ای به حساب میاد. بدنهای کوتاه و قویشون هم نقش زیادی توی قدرتشون داشت، اما فقط قدرت و زور نبود که از این ساختار بدنی به دست می آوردن. استقامت شگفت‌انگیزی هم داشتن که خیلی به درد زندگی سخت و طاقت فرسای ناندرتال ها می خورد. بررسی فسیل ها نشون داده که بین 79 تا 94% از اسکلت های پیدا شده ناندرتال ها آثار ضربه های شدیدی رو دارن که کاملا هم بهبود پیدا کرده بودن. این آسیب ها شامل شکستگی های ناشی از ضربه، قطع عضو و حتی آسیب های شدید دیگه می شد. یه مورد وحشتناک مربوط به یک ناندرتال پیر بود که تو جوانیش دست راستش رو از دست داده بود. ترقوه چپش آسیب دیده بود، صورتش چنان کوبیده شده بود که یه چشمش کور شده بود و گوشهاش اونقدر ضربه خورده بودن که کانال های گوشش با رشد بافت استخونی جدید مسدود شده بودن و باعث شده بود کاملا ناشنوا بشه.
این حجم از آسیب احتمالاً به خاطر ترکیب شکارهای تهاجمی از نزدیک، درگیری‌های بین فردی و حمله حیوانات بوده. تقریباً 74% از نئاندرتال‌های بررسی شده نشونه‌هایی از زنده موندن و جون سالم به در بردن از حمله حیوانات وحشی رو داشتند. از این تعداد 21% درگیر گربه‌سانان بزرگ، 17% با گرگ‌ها و 36% با خرس‌ها بودند. و جالب‌تر این که دانشمندا فکر نمی‌کنن این حمله‌ها برای شکار نئاندرتال‌ها بوده، بلکه حیوانات در حال دفاع از خودشون بودند، چون نئاندرتال‌ها بودند که بهشون حمله کرده بودند. حتی پوست نئاندرتال‌ها هم انگار برای جنگ ساخته شده بود. ژن‌هایی که توی نئاندرتال‌ها پیدا شده با پوست، ناخون و موهای زخیم‌تر مرتبطه که احتمالاً بهشون کمک می‌کرده تا هم با سرما کنار بیان و هم از ضربه‌ها جون سالم به در ببرن. مفاصل بزرگترشون هم یه ویژگی دیگه بود که بهشون امکان میداد حرکت‌های سنگین و سختی رو انجام بدن که برای ما انسان‌ها تقریباً غیر ممکنه. دست‌های نئاندرتال‌ها هم ساختار متفاوتی داشتن. انگشتشون پهن‌تر بود و شستشون زاویه خیلی بازتری داشت که احتمالاً روی نحوه گرفتن اشیاء تأثیر می‌ذاشت. شاید بعضی‌ها فکر کنن این باعث کاهش دقت توی کارها می‌شده، ولی در عوض قدرت گرفتنشون رو بیشتر می‌کرده که برای استفاده از ابزارها و سلاح‌هاشون عالی بوده. نئاندرتال‌ها فقط از بیرون قدرتمند نبودن، از داخل هم خارق‌العاده بودن. یکی از مشخص‌ترین ویژگی‌هاشون قفسه سینه بزرگشون بود که فضای دنده‌ها رو بیشتر و ریه‌هاشون رو بزرگتر می‌کرد. تحقیقات نشون داده که به طور میانگین نئاندرتال‌ها 20% ظرفیت ریه بیشتری نسبت به ما داشتن. این عدد حتی برای بعضی افراد استثنایی بیشتر هم بوده. مثلا کباراتو یا نئاندرتال مرد بود که احتمالاً ریه‌هاش میتونستن 9 لیتر هوا رو نگه دارن، 40% بیشتر از میانگین یک مرد امروزی. برای مقایسه، تا همین اواخر بزرگترین ظرفیت ریه ثبت شده برای یک ورزشکار فقط 8.5 لیتر بوده. بینی‌های بزرگ و پهنشون هم به این ویژگی کمک میکرد. بینی نئاندرتال‌ها میتونست هوا رو 100% سریع‌تر از هر انسان مدرن جابجا کنه. این سازگاری همراه با ریه‌های بزرگشون احتمالاً برای جبران بدن‌های سنگین‌ترشون و بقا توی آب و هوای سرد بوده. نیاز بالای سوخت و ساز بدنشون هم توی انرژی مورد نیازشون نشون داده میشه. نئاندرتال‌ها روزانه بین 4500 تا 6700 کالری نیاز داشتن. اگه الان زنده بودن، احتمالاً بسته‌بندی غذاها باید دو برچسب جداگانه برای هوموساپینز و نئاندرتال‌ها می‌داشت. ساختار بزرگ بینی‌هاشون هم به طور مستقیم با سرما مقابله می‌کرد. چون فضای بیشتر در حفره بینی به گرم و مرطوب کردن هوای سرد و خشک کمک می‌کرد. حالا شاید فکر کنید که نئاندرتال‌ها به خاطر ظرفیت بالای تنفسشون دونده‌های استقامت فوق‌العاده‌ای بودن که می‌تونستن طعمشون رو تا خستگی و از پا افتادن دنبال کنن، درست مثل ما انسان‌های مدرن. اما برخلاف تصور، نئاندرتال‌ها در زمینه استقامت خیلی ضعیف بودند و بیشتر برای سرعت‌های انفجاری ساخته شده بودند. چند ویژگی زیستی اونها این موضوع رو تایید می‌کنه. مثلا انگشت‌های پاهاشون که نسبتاً بلند و پهن بود، باعث می‌شدن تماس بیشتری با زمین داشته باشن و قدرت بیشتری تولید کنن و سریع‌تر شروع به حرکت کنن. همچنین استخون‌های پاهاشون کوتاه بود، چیزی که معمولاً توی ورزشکارای استقامتی امروزی نمی‌بینیم، چون پاهای بلندتر باعث افزایش طول گام‌ها میشه. حتی تاندون‌های آشیلشون هم برای مسافت‌های طولانی طراحی نشده بود. این تاندون‌ها بلند و باریک بودند و برای ذخیره انرژی مورد نیاز دویدن‌های طولانی مناسب نبودند. این موضوع باز هم با ویژگی‌های ورزشکارای استقامتی که تاندون‌های آشیل کوتاه، سفت و پهن دارن در تضاد، اما نشونه‌های اصلی برتری سرعت نسبت به استقامت در نئاندرتال‌ها توی فیبرهای عضلانیشون دیده میشه. اگه آزمایش ژنتیکی انجام داده باشین، میدونین که انسان‌ها انواع مختلفی از فیبرهای عضلانی دارن که هر کدوم برای سطح خاصی از قدرت یا استقامت طراحی شدن. مثلا بعضی افراد نسبت بیشتری از فیبرهای عضلانی تند انقباض دارن که برای انفجارهای سریع انرژی مناسبه، در حالی که فیبرهای کند انقباض برای فعالیت‌های طولانی مدت مثل دویدن‌های استقامتی بهتر عمل می‌کنن. توی انسان‌های امروزی این فیبرها ترکیب شده و این توی نئاندرتال‌ها هم دیده شده، ولی معمولاً تراکم فیبرهای تند انقباض در نئاندرتال‌ها خیلی بیشتر از ما بوده. این احتمالاً یک سازگاری برای سبک شکارشون بوده که به سرعت زیاد برای نزدیک شدن به طعمه نیاز داشت. پس اگه به هر دلیلی نئاندرتالی‌ها برگشتن، بهشون پیشنهاد دویدن ماراتون بدید نه دوی سرعت، تا شانس بیشتری برای برد داشته باشید. تمام این قدرت و سرعت باعث شده بود نئاندرتال‌ها بدن‌های قوی داشته باشند، اما جالبه که مغز بزرگی هم داشتند.
ظرفیت جمجمه مردای نئاندرتال به طور میانگین 1640 سانتی متر مکعب بود و برای زنها معمولا حدود 1460 سانتی متر مکعب که حدود 30% بزرگتر از انسانهای امروزیه. البته صرفا اندازه بزرگتر مغز نشونه یه قطعی هوش نیست، ولی مغز بزرگشون نشون میده که احتمالا خیلی باهوشتر از اون چیزی بودن که اول فکر میکردیم. امروزه به طور گسترده ای اعتقاد بر اینه که نئاندرتال ها توانایی انجام کارهای پیچیده ای مثل هماهنگی برای شکار کردن، ساخت ابزار، خلق هنر، مراقبت ویژه از بیماران و البته ارتباط برقرار کردن رو داشتن. با این حال با وجود اندازه بزرگ مغزهاشون محققها فکر نمی کنند که نئاندرتال ها برتری ذهنی نسبت به ما داشته باشند. مغزهاشون ساختار متفاوتی داشت، دایره ای تر و شبیه به بمب بود و بخش های بزرگی از اون برای حس هایی مثل بویایی و بینایی اختصاص داده شده بود. لوب پس سریشون نسبتاً بزرگ بود و بینایشون چیزی بوده که بعضی دانشمندا معتقدند دلیل بزرگی مغزشون بوده. چشمای نئاندرتال ها به طرز عجیبی بزرگ بودند که برای پردازش تصویرهایی که می‌دیدن نیاز به قدرت مغزی بیشتری داشتند. البته کسی چشم سالم نئاندرتال پیدا نکرده، ولی بر اساس اندازه و شکل حفره چشماشون تخمین زده میشه که 15% بزرگتر از چشمای ما بودن که بهشون کمک میکرد خیلی بهتر و تیزتر ببینن و دیده بهتری توی شب داشته باشن. این چشم‌ها همراه با مغز بزرگ و بینی‌های پهن به نئاندرتال‌ها سر و جمجمه‌های بزرگی می‌داد که احتمالاً باعث گردن‌های قوی و ضخیمشون می‌شده، چون باید می‌تونستن همچین جمجمه بزرگی رو نگه دارن. علاوه بر این سرهاشون نسبت به ما نه فقط بزرگتر بلکه کشیده‌تر و جلو آمده‌تر هم بوده. چهره‌شون هم به طرز غیرمنتظره‌ای بزرگ بوده، از جمله فک و دندون‌هاشون. اول فکر میکردن فک‌های پهن و دندون‌های محکم و بزرگشون نشونه نیروی گاز گرفتن شدیده که بهشون اجازه میداده استخون، گوشت سفت و غذاهای سخت رو بجوند. اما تحقیقات بعدی نشون داده که قدرت گاز گرفتنشون خیلی با ما فرق نداشته، چیزی حدود 700 نیوتن که با دامنه بالای انسان‌های مدرن قابل مقایسه است. پس اگه یه نئاندرتال شما رو گاز بگیره خیلی دردناک میشه، ولی احتمالاً جراحت مرگباری ایجاد نمی‌کنه. ولی این سوال پیش میاد که اگه برای گاز گرفتن اونقدر قوی نبودن، پس چرا اونا دهن و دندون‌های بزرگی داشتن؟ یه فرضیه جالب میگه که فک‌هاشون صرفاً برای جا دادن دندون‌هاشون به صورت پنج شکل داده شده بودن و دندون‌ها برای اونها به نوعی به دست سوم تبدیل شده بودن. محقق‌ها معتقدن که نئاندرتال‌ها از دندون‌هاشون برای گرفتن و جابجایی اشیاء استفاده می‌کردن و به این ترتیب هر دو دستشون آزاد می‌شده. شواهدی هم برای این ادعا وجود داره. علاوه بر ساختار دندون‌هاشون که برای گرفتن مناسب بوده، الگوهای ساییدگی روی دندون‌های جلویشون دیده شده که با خوردن یا جویدن هماهنگ نیست و فقط در نئاندرتال‌ها پیدا شده، که نشون میده اونا از دندون‌های جلویشون برای گرفتن اشیاء زیاد استفاده می‌کردن. ساختار بزرگ دندون‌هاشون احتمالاً توی هضم غذاهاشون هم نقش مهمی داشته که بر اساس آنالیزهای ایزوتوپی بیشتر شامل گوشت بوده. نئاندرتال‌ها 70% از کالری روزانه‌شون رو از گوشت تأمین می‌کردند که باعث میشه اونها گوشتخاران فوق‌العاده‌ای به حساب بیان. تا اینجا اگه فکر می‌کنین نئاندرتال‌ها خیلی عجیب و متفاوت از ما بودن، حق دارید. شاید براتون سوال بشه که این موضوع چه تأثیری روی شما داره. اگه یکی از کسایی باشید که دی ان ای نئاندرتال دارید، آیا ممکنه این به معنای قدرت فوق‌العاده یا اشتهای زیاد برای خوردن گوشت باشه؟ باید بگم که بیشتر تحقیقات تا به حال نتیجه قابل توجهی نشون نداده. اکثرشون معتقدن دی ان ای نئاندرتال معمولا فقط تأثیرات جزئی روی ویژگی‌های فیزیکی و ظاهری داره. هرچند یه لیست روبه رشد از مطالعات هست که میگه این دی ان ای ممکنه تأثیرات بیشتری روی سیستم‌های داخلی ما داشته باشه. با این حال خیلی از این تحقیقات با هم در تناقضن و هنوز توافق کاملی در این مورد وجود نداره. اما چیزی که همه روش توافق دارن اینه که نئاندرتال‌ها واقعاً شگفت‌انگیز بودن. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک بکنید و اگر هنوز تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب ندارید ما رو دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس، بدرود.